سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران. بیش از یک سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد. در همین مدت با رأی ملت نوع حکومت تعیین شد، قانون اساسی شکل گرفت و پس از انتخاب رئیس جمهور اکنون نوبت تشکیل مجلسی مستقل و برآمده از آرای واقعی مردم است. امام با درک عمیق از تأثیرگذاری مجلس در سرنوشت کشور به ملت دو هشدار تاریخی می‌دهد. اول آنکه اگر در انتخابات شرکت نکنید، در مقابل خدا و اسلام مسئولید و دوم اگر در رأی دهی دقت لازم را نکنید، مسئول مشکلاتی هستید که پیش می آید. امروز مسئولیت به عهده ملت. ملت اگر چنانچه کنار بشیند، اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد کنار بشیند و اشخاصی که نقشه کشیدند برای این مملکت از چپ و راست، اونها وارد بشن در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند در نامه اعمال ملت نوشته میشه. هر کاری که انجام بدن مسئولیتش متوجه ملت است. امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است و اگر مسامحه کنند در این امر، اهمال کنند، نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود اونهاست عیناً. و اگر بروند و در تشخیص مسامحه کنند و اشخاص متعهد مسلم، کسانی که برای کشور و برای اهالی کشور عرض قائل هستند، کسانی که نمیخواند زمان امور کشور ما به دست چپ بیفتد یا به دست راست بیفتد، این اشخاص را اگر چنانچه تعیین کنند به تکلیف خودشون عمل کردند و اگر چنانچه مسامحه در این امر کنند و اونها پیش ببرند، اونهایی که میخوان ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و ما را اسیر کنند در دست قدرت‌های بزرگ، اگر اونها پیش ببرند و شما ساکت باشید، تمام مسئولیت متوجه شماست. رهبر انقلاب با یادآوری عبرتی تاریخی از انحراف مشروطیت نام میبرد و به برخی از علما و روحانیون هشدار میدهد که هیچ کس در صورت انفعال و کنار کشیدن حجتی در برابر خدا ندارد. اگر در صدر مشروطیت علما آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده بودند، روشن فکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند که دیگران بیان مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی رسیدیم. ما مملکتمون خراب نمی شد. ما عزتمون از بین نمی رفت. لکن شیاطین که در اون وقت بودند بیخ گوش اینها خوندن که شما در سیاست داخل نشید، سیاست هست این، شما را به سیاست چه؟ و اونها باور کردند که خیرخواهند. امروز هم همین مسائل ممکن است در یک قشرهایی پیش بیاد که بگن ما چه داریم به این کارها؟ این کارها مال اشخاصی است که می کنند. باید همه بدانند که همه تون مسئولید.
همه معاقب هستیم. بعد از اتمام ضرب العجل 10 روزه شورای انقلاب، طرح تملک خانه‌های خالی سطح تهران برای اجاره دادن یا واگذاری آغاز می‌شود. هدف این طرح ایجل در بازار مسکن است، اما در عمل با مشکلات متعددی روبرو و سپس متوقف می‌شود. احساسات انقلابی مردم برای مقابله با زورگویی‌های آمریکایی‌ها در اوج قرار دارد. جنایتکار را به اقرار وادار کردند که ما جنایت کردیم، او بگوید جنایت کردم و دیگر نمی کنم، و علامت این که دیگر نمی کند این است که شاه جنایتکار را به ما برگرداند. آیت الله مهدوی کنی تأکید می کند تا شاه به ایران تسلیم نشود، ذره ای از دشمنی ما به آمریکا کاسته نخواهد شد. نماینده ارتش نیز در این مراسم بر آمادگی نیروهای مسلح برای هر گونه تجاوز احتمالی آمریکا تأکید می کند. استعداد رزمی خود را رشد می دهیم و آمادگی داریم تا با تمام نیرو جواب دندان شکنی به هر گونه تجاوز ابرقدرت ها علیه حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور خود بدهیم. ما با بسیج فرهنگی و عقیدتی و جهاد با نفس در جهت ایجاد روابط برادرانه و رحمت بین یکدیگر و نابودی فرهنگ منحط شاهنشاهی و غرب زدگی کوشش نموده تا نظام حکومت اسلامی را پیاده نمایی. عدالت‌خواهی به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب، محور اساسی تلاش‌های اصحاب امام برای تداوم نشاط انقلابی در جامعه است. بر همین اساس خطیب نماز جمعه تهران نوسازی جامعه را بر مبنای عدل و قسط و توزیع عادلانه ثروت خواستار می‌شود. اگر جامعه بناست اسلامی بشود، نمی‌تواند تبعیض را تحمل بکند. باید تقسیم ثروت و توزیع درآمدهای عمومی بر طبق روال عدل و قسط اسلامی انجام بگیرد. باید معیارها معیارهای اسلامی بشود. معنای نوسازی جامعه این است. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه 16 اسفند ماه ضمن تبیین اهمیت انتخابات مجلس، مردم را در مقابل تلاش دشمن برای ایجاد ضربه تفرقه به هوشیاری فرا می‌خواند. لذا امام نام این مجلس را مجلس شورای اسلامی گذاشتند. ملت نمایندگانش را در مجلس شورای اسلامی جمع می کند و گرد می آورد. یعنی جو این مجلس باید جو اسلامی باشد. اینها می خواهند یک جامعه مسلمان بسازند و بدانید که دشمن در این لحظات حساس در صدد ضرب زدن از درون است. ما امروز در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. سعی می کنند اختلافات رو زیاد کنند. سعی کردند قضیه گنبد را به وجود بیاورند. به همت مسلمانان این قائل فیصله یافت. برخی گروه‌ها و افراد به خصوص لیبرال‌ها با تشدید فشارهای کارتر در تلاشند تا راهی برای حل ماجرای جاسوسان آمریکایی بیابند، اما دانشجویان بر مواضع خود ایستاده اند و حاضر به تحویل آنها به دولت یا نهاد دیگری نیستند. به نظر می‌رسد همه در انتظارند امام تصمیم خود را در این زمینه اعلام کند.
انقلاب در شکل و محتوای هنرهای نمایشی از جمله تئاتر نیز ظهور و بروز یافته است. اقبال مردم به نمایش‌های انقلابی مشوق هنرمندانی است که سعی می‌کنند از ابتذال قبل از انقلاب فاصله بگیرند. اسنادی از لانه جاسوسی به دست می آید که از رابطه پنهان برخی چهره های دولت موقت، اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی با آمریکایی ها خبر می دهد. لیبرال ها از این گونه ارتباطات چه اهدافی را دنبال می کردند؟ آیا این ارتباطات محرمانه صرفاً از ساده اندیشی و تمایل آنها به غرب ناشی می شود و یا دلایل دیگری دارند؟ پس از افشای این اسناد، مهندس بازرگان به شدت برآشفته می شود و دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی را در خط شیطان می نامد. با نزدیک شدن به روز انتخابات مجلس، میر سلیم خیال نامزدها را درباره چگونگی نظارت بر انتخابات آسوده می کند. به نظر می رسد، احتمالاً انتخابات در برخی حوزه ها به دور دوم کشیده شود. پس از انتخابات شروع کار مجلس، به چه روزی موکول میشه؟ دور اول انتخابات 24 اسفند انجام میگیره. مدت زمانی لازم هست برای شمارش آرا با توجه به تعدد کاندیداها ممکن است 1 الی 2 هفته طول بکشه تا ما بتوانیم نتایج رسمی دور اول رو اعلام بکنیم. پس از اعلام نتایج رسمی دور اول، انتخابات دور دوم در اونجایی که ضرورت پیدا بکنه شروع خواهد شد. نظارت بر انتخابات به صورتی در نظر گرفته شده که احزاب و گروه‌های سیاسی بتونن خودشون با افرادی که معرفی میکنن به وزارت کشور شرکت بکنن در اون و سهم داشته باشن. با توجه به تفاوت انتخابات پیش رو با تجربه‌های دیگر مردم از رأی‌گیری، برنامه‌های متعددی برای تشریح نحوه شرکت مردم در انتخابات تهیه و پخش می‌شود. ما به طریق عملی هم این موضوع رو نشان خواهیم داد و البته میدونید که سلام علیکم، میدونید که رای گیری فقط با شناسنامه انجام میشه که برادرمون آقای صاحب زمانی در این مورد توضیحاتی هم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سعی میکنم اگر شناسنامه عکس دار هست حتما با فردی که داوطلب تطبیق بشه و حدود سنش هم با متقاضی تقریبا تطبیق بکنه. بعد صفحه دوم شناسنامه رو نگاه میکنیم که قبلا مهر انتخابات نخورده باشه. بعد برای نوشتن در برگ تعرفه به دوست عزیز وارد میکنم و انگشت فردی هم که میخوا رای بده و نگاه میکنیم که قبلا در حوزه دیگه رای نداده باشه. البته انتظار هست که افراد قبلا کاندیداهای مورد نظر خودشون رو مطالعه کرده باشن و افراد شایسته رو در نظر داشته باشن. مازالک برای یادآوری، چون تعداد زیاده ممکنه فراموش بکنن، پشت برگ تعداد افرادی که در تهران کاندیدا هستن مشخصه. در این طرف هم 3 تا شماره هست، افراد مورد اعتماد خودشون رو در اینجا یادداشت میکنن و در ضمن در هر حوزه رای گیری لیست بزرگی است که تعداد کل کاندیداها با خط درشت اونجا نصب شده. افراد باز برای یادآوری ممکن از اون لیست هم استفاده بکنن. تبلیغات انتخاباتی فضای شهر را دگرگون کرده است. مردم به دنبال شناخت کافی از نامزدها و دنبال کردن وعده‌های آنان هستند. خانم شما در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت می‌کنید؟ حتماً، چون یک وظیفه شرعی و دینی می‌دونم که شرکت کنم. به چه شخصیتایی رأی می‌دهید؟ شخصیتایی رأی می‌دم که زمانی که صحبت می‌کنم من میگن ما فلان کارو می‌کنیم بتونن واقعا انجام بدن. یعنی فقط بر اساس اینکه میگن ما فلان کارو می‌کنیم شما رأی می‌دید؟ نه، ببینید، به حرفی که می‌زنن ایمان داشته باشن و بتونن اون حرفشون رو پیاده کنن و همچنین یک مسلمان واقعی باشن و بتونن به انقلابشون خدمت بکنن. انتظار می‌کنم به مملکت برسن دیگه. شما می‌دونید که جامعه انتخابات بله. مدرسه خودمون هم انتخاباتی. کی میخواین بشینین فکر کنین روی کاندیدا؟ بعد امشب، فردا، تا فردا وقت. انتظارتون چی از نماینده که میخواین انتخاب کنین؟ انتظارمون اینه که مملکت خوب باشه، ارزونی بشه دیگه، بالاخره دنیا درست بشه دیگه. همین.
خانم شما توی انتخابات مجلس شورا شرکت میکنید؟ البته 100% چون وظیفه هر مسلمان ایرانیه که در این انتخابات شرکت کنه. احزاب لیسته متفاوتی به مردم پیشنهاد دادند. ۲۴ اسفند ۵۸ اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 270 کرسی نمایندگی مجلس برگزار می شود. این 72 ساله خیلی چیزا دیدم. در دوره رضا شاه پسرش اینا اومدن خیلی کارا کردن. ما میخوام ببینیم که رای گیری اون زمان با الان چه تفاوت کرده. حساب نداره، نمیشه فکرش کرد. الان راحت پاکیزه میریم، راحت پاکیزه بچه بزرگ کوچیک میان و رای میدن و میرن راحت پاکیزه. با توجه به تعدد نامزدهای انتخابات مجلس، کار شمارش آرا طولانی شده است. البته نمایندگان وزارت کشور شبانه روزی مشغول شمارش هستند. می‌خواستم سوال کنم که روزی چند ساعت اینجا کار می‌کنید؟ شبانه روزی. یعنی 24 ساعت همینجا می‌مونید؟ بله. شما به از کدوم اداره هستید یا کارمند کجایی؟ مرکز آمار. چکر. ببخشید ممکنه دقیق کارتون. می‌خواستم ببینم چند ساعت کار می‌کنید؟ والا 24 ساعت بعد باشیم ولی تا بتونم 24 ساعت 12 ساعت می‌مونم. شما از روز اول شمارش آرا اینجا هستید؟ بله. چند ساعت کار می‌کنید تقریبا؟ والا حدوداً 21 ساعت. البته خود من روزی 3 ساعت فقط میخوابی؟ 3 ساعت هم شادم کمتر. از اول روز شمارش خیلی ممنون. در 29 حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست اومده، 11 حوزه انتخابی انتخاباتش به دور دوم رفته که عبارتند از ایزه، لنگرود، ساری، نهاوند، اسفراین، اندیمش، قاوه، درود، رودباران، پوسرکان. ضمناً در کرمانشاه چون 3 نماینده باید انتخاب بشه بر مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان در دور اول انتخابات اکثریت مطلق آرا رو به دست آورده و برای دور دوم 4 نفر که دارای بالاترین رأی هستند در انتخابات شرکت میکنن که از بین آنها 2 نفر به مجلس رفتند. زمزمه‌های خطرناکی درباره قصد عده‌ای از شکست خوردگان انتخابات برای ایجاد فتنه و آشوب در کشور به گوش می‌رسد. کسانی که با تصورات خود ساخته یا القاعات اطرافیان فکر می‌کردند مردم به آنها رأی می‌دهند، اکنون در مواجهه با واقعیت رأی نیاوردنشان را به دستکاری در انتخابات نسبت می‌دهند. ولی مواردی هست که تخلف بوده و قانوناً هم ممنوع بوده، ولی اینها به صورت تقلب نمیشه به حساب آورد که موجب ابطال اون صندوق یا اون حوزه انتخابیه بشه. واقعا اگر اعتراضات وارد باشه پذیرفته است، منتها البته اعتراضات باید توجه داشته باشن که گاه از اوقات اعتراض و تخلفی که پس از اعتراض ثابت میشه در اون حدی نیست که انتخابات یک حوزه باطل بشه. البته گاه از اوقات ممکنه یه صندوق باطل بشه، گاهی ممکنه 10 تا رأی باطل بشه و گاهی هم ممکنه منتهی بشه به ابطال حوزه انتخابیه. اون چی که بیشتر موجب سر صدا شده همینه که ما اعتراف میکنیم که در بعضی موارد مسلماً تخلفات یا تقلباتی بوده که مستندم هست، ولی پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم انتخابات اون منطقه رو باطل کنیم، برای که فاصله رأی و آرا به حدی زیاد بوده که برفرض نسبت به اون فرد مورد نظر تخلفاتی شده باشه یا تقلباتی شده باشه در اون حدی نیست که رأی او به طور کلی باطل بشه. امام آرام اما قاطع هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند اگر کسی شکایتی دارد از راه قانونی پیگیر باشد، نه از راه تهمت زدن و زیر سوال بردن اصل انتخابات. اگر بعضی ها در انتخابات شکست خوردند نباید
اینها که قصد خدمت داشتن منتها در مجلس حالا دستشون از اون کوتاه شده است، نباید یک سر ملت را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خوردید نباید بگید ملت ایران همشون خلاف کردند. چطور یک ملت مسلمی در یک امر حیاتی که با این آرامش و خوبی انجام داده است اینها خیانتکار باشند؟ یه ملت که خیانتکار نمیتوند باشد. این را باید آداب اسلامی را حفظ کنند اشخاص، به مجرد اینکه یکی میخواد وکیل بشد و فرض کنید که دوست منم میخواد وکیل بشد یا از گروه من است میخواد وکیل بشد و ملت او را وکیل نکردند. نباید یک دفعه قلمها را بردارند و بر ضد اصل انتخابات چیز بنویسند، حمله کنند به اصل انتخابات. شکایتی دارند، خب شکایتشون رو رسیدگی میکنند. هیاهو درست کردن جز این که دامن زدن به این است که خیانتکارها راهشون باز بشد چیز دیگری نیست.